داستان 40 دزد اصفهان. این قسمت فرار گرگین خان از اصفهان. در قسمت قبل براتون تعریف کردم که افسون و گرگین خان با حیله خزانه دار را فریفته و هر کدام با گنجینه جداگانه فراری شدند. خزانه دار به دستور شاه دستگیر شد و زانیار با کمک ننه سرباز افسون را پیدا و گرفتار می کند. سپس به نزد حاتم بیگ وزیر می رود تا گره از کار بگشاید. و اما ادامه داستان. ماموران وزیر به جایگاه افسون رفته و او را که از سقف آویزان بود پایین آوردند. افسون که به هوش آمده چون چشمش به زانیار افتاد شروع به دشنام دادن کرد و گفت: ای نمک به حرام، تو چطور زنده ای؟ من خودم خنجر را در قلبت فرو کردم. و بعد شروع به فحاشی کرد که به اشاره زانیار دهان او را بستند. افراد وزیر افسون و جعبه اهدایی اکبرشاه را برداشت و به خانه وزیر برگشتند. وزیر چون مال دزدی را دید، سراغ صندوقچه دیگر را از افسون گرفت. افسون منکر دزدی صندوقچه شد و گفت: بروید تحقیق کنید. من در این خانه مهمان بودم. صاحب خانه هم گرگین خان است که خود رفیق داروغه و دزدگیر معروف شهر است. چطور به من تهمت دزدی میزنید؟ وزیر بدون توجه به او دستور داد امیر مسعود را از زندان بیاورند. مأمورانش هنگام اذان صبح به زندان رسیدند. امیر مسعود فکر کرد که میخواهند بردارش کنند. در حالی که او را میبردند شروع به راز و نیاز با خدا کرد. وقتی بالاخره با سری افتاده و چشمانی گریان نزد وزیر حاضرش کردند، وزیر او را به اسم صدا زد و از او خواست محتویات صندوقچه را بررسی کند. چون چشم زرابچی به صندوقچه افتاد، عمری دوباره یافت. به سرعت صندوقچه را بررسی کرد و بعد با خوشحالی سرش را بالا آورد و اعلام کرد که محتویات صندوقچه کامل و بدون نقص است. تازه آن وقت بود که نگاهش به افسون افتاد که دست بسته در کناری ایستاده. فریادی از جگر کشید و گفت: ای دزد نمک به حرام، چگونه توانستی با من چنین کنی؟ من به تو اطمینان کرده بودم. وزیر صبر کرد تا امیر مسعود قدری آرام شود و سپس با چند پرسجو مطمئن شد که افسون همان کسی است که او را فریفته. سپس رو کرد به افسون و گفت: من الان باید به نزد شاه بروم و تا برگشت من فرصت داری خوب فکر کنی تا بفهمی آیا وجود سرت برگردنت بیشتر ارزش دارد یا آن صندوقچه دوم. سپس دستور داد او را به زندان ببرند و آنگاه با امیر مسعود و صندوقچه راهی دربار شد. سلام دوستای خوبم، امروز با قسمت 17 داستان زیبای 40 دزد اصفهان کنارتونم. خوشحال میشم اگه ویدیو رو لایک و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. آن روز صبح قرار بود سفیر عثمانی به دربار شاه عباس بیاید. شاه برای اینکه بتواند دربار ایران را جلوی او قدرتمند نشان بدهد، به سرداران و بزرگان دربار دستور داده بود همه با لباس‌های فاخر در حضورش صف بکشند. اما خودش هیچ کدام از جواهراتی که برایش حاضر می‌کردند را نمی‌پسندید. تا اینکه حاتم بیگ وزیر از درب وارد شد. شاه بلافاصله با عصبانیت به او گفت: ببین دزدان چه بلایی به سر من آوردند. دیگر حتی نمی توانیم در دربار خودمان شکوه لازم را داشته باشیم. وزیر اعظم با خون سردی لبخندی زد و گفت: شاه به سلامت باشد. برایتان چیزی آوردم که نه تنها شکوه مورد نیاز را به شما می دهد، بلکه به دشمنانتان هم نشان می دهد چه متحد پرقدرتی دارید. بعد در حالی که شاه با تعجب نگاه می کرد دستور داد امیر مسعود زرابچی وارد شود. وقتی امیر مسعود با صندوقچه وارد شد و با احترام صندوقچه را جلوی شاه باز کرد و جواهرات اهدایی اکبرشاه پادشاه هندوستان را بیرون آورد، شاه با تعجب به او نگاهی کرد و پرسید: این یکی از صندوقچه های دزدیده شده نیست و این زرابچی نباید الان در زندان باشد؟ حاتم بیگ وزیر تعظیمی کرد و گفت: قربان، دیشب دزد را گرفتیم و فعلا تحت بازجویی است تا جای صندوقچه دوم را بگوید. با اجازه شما دستور دادم چون زرابچی مقصر بود و خودش نزدتان اعتراف کرده بود،
خودش صندوقچه به دست آمده را حضورتان بیاورد و بعد به زندان برگردد تا شما در موردش چه دستور فرمایید؟ شاه که با خوشحالی داشت خنجرهای جواهر نشان را روی لباسش میبست گفت فعلا لازم نیست، برود خانه بنشیند. اگر صندوقچه جواهرات پیدا شد که هیچ، وگرنه باید ثروتش را بفروشد و جایگزین آن را برای من بیاورد. خزانه دار و وزیر اعظم که از نزد شاه بیرون آمدند، خزانه دار سجده شکر به جا آورد و سپس از وزیر پرسید چگونه توانستید این دزد نابکار را گرفتار کنید؟ وزیر در پاسخش گفت کار من نبود. جوانکی به نام زانیار از شاگردان یاور بود که او را دستگیر و به نزد ما آورد. حال به خانه برو. من افرادی را مأمور بازجویی از افسون می کنم. امیدوارم بتوانیم صندوقچه جواهرات را هم پیدا کنیم و از زیر بار دین آن هم به در بیایی. خزانه دار چون از کاخ بیرون آمد مستقیم به مغازه یاور رفت و چون او را دید در آغوشش کشید و بسیار اشک ریخت و سپاس فراوان گفت. یاور او را به پستو برد، جایی که زانیار بعد از مدت‌ها به یک خواب عمیق رفته بود. به او گفت که قهرمان ماجرا اوست. امیر مسعود گفت دینی که این پسر به گردن من دارد از شاه بیشتر است، چون برای شاه را شاید بتوانم جبران کنم، اما برای او را هیچ وقت نمیتوانم جبران کنم. یاور وقت را مناسب دید و شرحی از ماجرای زانیار از کودکی تا عاشق شدنش داد. امیر مسعود چون این حرف را شنید قول داد که اگر لازم شد خودش برای او به خواستگاری برود و هر چقدر مهریه دختر باشد به گردن بگیرد. یاور دیگر حرفی از ماجرای عشق شاهزاده به فرزانه نزد. پس از آن صحبت امیر مسعود را ابتدا حمام و سپس از آنجا به نزد خانوادش در باغ برد. اما گرگین خان که در تمام این مدت مخفیانه زندگی کرده بود، چون آوازه دستگیری دزد خزانه در شهر پیچید، به فکر افتاد که زمان فرار از شهر رسیده. در طی این مدت موریش خود را بلند کرده بود، لباسی هم به رسم تجار عرب پوشید و به کاروان سرای شیرازی ها رفت. چنین گفت که با شرکایش بر سر خرید مال و تجاره اختلاف پیدا کرده و حالا قصد شیراز دارد تا از آنجا سوغات مناسب خریده و راهی عربستان شود. از قضا کاروانی فردای آن روز راهی فارس می شد. لذا با سالار کاروان صحبت کرد و قرار گذاشت به همراه آنها برود. پس به بازار رفت و دو صندوق کهنه و قدری پارچه پشمی خرید و دستور داد به خانه حمل کنند. در آنجا صندوقچه جواهرات را در میان بخچه لباس کهنه پیچید و در زیر پارچه ها در یکی از صندوق ها قرار داد. سپس باز به بازار رفت و این بار شتر و اسب انتخاب کرد و به کاروان سرا فرستاد. کارگرانی نیز اجیر نمود تا صندوق ها را از خانه به کاروان سرا ببرند. آن شب را در میان بازرگانان نشست و به رسم آنها داستان های سفرهای خیالی خودش را تعریف کرد. فردای آن روز در حالی که افسون زیر شکنجه بازجوهای وزیر اعظم به او لعنت می‌فرستاد و منتظر مرگ بود و خزانه دار در باغ یاور قصاب در کنار خانواده‌اش به خوشحالی روزگار می‌گذراند و دعا می‌کرد صندوقچه جواهرات شاه نیز پیدا گردد و زانیار که سخت از حسادت به شاهزاده رنج می‌برد و به دنبال یارعلی در دل کوه به شکار مشغول بود، گرگین خان راهی فارس شد. تا زمانی که در شهر بودند روی خود را می پوشند تا همکاران سابقش او را نبینند و نشناسند. اما همین که به دامنه کوه صف رسیدند روی خود را باز کرد و نفسی به راحتی کشید. برگشت و به عقب نگاه کرد و با خود گفت بدرود اصفهان. از امروز دیگر آن گرگین دزد و آن گرگین داروغه چی مرد؟ از این به بعد من یک تاجرم. به محض رسیدن به شیراز ثروتم را صرف خرید خانه و املاک می کنم و چنان مشهور می شوم که به زودی خود شاه به دنبال من خواهد فرستاد. در حالی که همونطور برای خودش خیال بافی می کرد پیش می رفت. نمی دانست دست سرنوشت چه برایش در آستین دارد. آن روز قافله کوچکی که گرگین خان هم سفر آن بود نزدیک ظهر به گردنه لاشتر رسید. آن گردنه هر چند در نزدیکی شهر اصفهان قرار داشت، اما به دلیل دره‌های متعدد آن معمولاً محل مناسبی برای راهزن‌ها بود. به خصوص حالا که به دلیل جنگ با ازبکان بیشتر نیروها به خراسان اعزام شده بودند.
کاروانیان عجله داشتند که با سرعت از آنجا رد شوند، اما ناگهان از میان دره 40 سوار با چهره‌های پوشیده و شمشیرهایی در دست به سمتشان یورش بردند و آنها را محاصره کردند. محافظان قافله تنها 12 نفر بودند که با وجود حجم مهاجمان به اشاره قافله سالار دایره کوچکی تشکیل دادند و افراد قافله که از جانشان می‌ترسیدند مال و اموالشان را رها کردند و به درون این دایره پناه بردند. در حالی که نیمی از دزدان مشغول چپاول اموال شدند، نیمی دیگر به گرد افراد قافله حلقه زدند. اما نه آنها جرأت می‌کردند جلوتر بیایند و نه اهل قافله جرأت می‌کردند پیش بروند. یکی که مشخص بود بر دزدان سمت ریاست دارد آواز داد: شمشیرهایتان را بیاندازید تا به جان امانتان بدهم. قافله سالار که مردی جهان دیده بود در پاسخش گفت: من اگر جای تو بودم هر چه زودتر فرار می‌کردم، چون پشت سر ما گروهی سرباز که جهت سرکوبی راهزنان فارس اعزام بودند در راه هستند. اگر به شما برسند روزگارتان سیاه است. اگر اموال ما را بر جای خود بگذارید و فرار کنید، شاید جان سالم به در ببرید. رئیس دزدان قهقهه‌ای زد و گفت: ای مرد، من را از چه می‌ترسانی؟ من ارغون هستم، همان که حکام فارس نتوانستند جوابم کنند. حال خودم به پیشواز سربازان شاه شما آمدم. چطور جرأت می‌کنی من را مثل بچه‌ها بترسانی؟ قافله سالار در جواب گفت: من وصف ارغون را زیاد شنیدم. شنیدم که آدم باهوشی است. تو اگر ارغون باشی می‌دانی که از کشتن ما چیزی عایدت نمی‌شود. ارغون در جوابش گفت: من هم نمی‌خواهم جانتان را بگیرم. فقط می‌خواهم هرچه طلا و جواهرات نزد خود پنهان کرده اید بگیرم. باز قافله سالار در جواب او پاسخ داد: تو همه اموال ما را غارت کردی. حداقل بگذار این اندک باقی بماند تا بتوانیم خرج زن و بچه خود را بدهیم. در همان حال یکی از افراد ارغون نزدیک شد و صندوقچه جواهرات شاه را که در میان بارها پیدا کرده بود به ارغون نشان داد. ارغون وقتی دید چه گنجی به دست آورده قهقهه بلندی زد و گفت: قافله سالار، من امروز به آرزوی خودم رسیدم. از شما هم می‌گذرم، اگر فقط بگویید آن شتر و صندوق‌ها از آن کیست؟ چشمای اهل قافله بی اختیار به سمت گرگین چرخید. گرگین خود زمانی دزد بود، پس می‌دانست که معمولاً دزدها اگر ثروت هنگفتی پیدا می‌کردند، صاحب مال را به گروگان می گرفتند تا شاید بتوانند از خانواده او هم مال بیشتری به دست بیاورند و در آخر هم او را می کشتند، چون می دانستند کسی که چنین ثروتی دارد می تواند افرادی را اجیر و به دنبال آنها بفرستد. پس چون اوضاع را آنگونه دید قدمی پیش گذاشت و فریاد زد: ارغون خان، من اینجا هستم، به دنبالت می گشتم. چه خوب شد که به پیشوازم آمدی که با هم بسیار کار داریم. ارغون با تعجب به او نگاه کرد و گفت: آهای مردک، تو چه کاری با من میتوانی داشته باشی؟ گرگین بدون ترس جلو رفت و گفت: باید به خلوت برویم تا به تو بگویم. ارغون خنده‌ای کرد و گفت: پس با ما بیا. سپس به افرادش دستور داد اسب گرگین را به او بدهند و بعد به همراه بقیه افرادش که اجناس قیمتی کاروان را بار کرده بودند سوار اسب‌هایشان شدند و دوباره به دره زدند. گرگین در حالی که با آنها می رفت امیدوار بود، رازی که می دانست جانش را نجات بدهد. دوستای خوبم، امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشید. اگه میخواید بدونید در قسمت بعدی چه اتفاقاتی میفته، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم، در پناه حق.